سلام، شما بیننده برنامه مجله صبح هستین و من محب یوسفی تا رأس ساعت 10 میزبان شما هستم. امیدوار هستم روز شنبه را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. موضوع امروز برنامه کارکردهای وزارت زراعت هست و مهمان من هم تا دقیقه های بعد به استودیو حضور پیدا میکنن، آقای مصباح الدین مستعین، رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت زراعت خواهند بود. اگر شما هم در مورد دیدگاه، پرسش و هم نقد دارین، همین حالا با شماره تلفن 0790-13-71-71 با تماس شوین و آنچه مربوط موضوع امروز میشه را همراه ما شریک بسازین. تا زمانی که مهمان ما حضور پیدا میکنن، ما هر آنچه شما شریک میسازین، پرسش، دیدگاه یا هم نقدتان را با خود یادداشت میکنم و به محض اینکه مهمان ما حضور پیدا کردن همراهشان شریک میسازم. شما همین حالا میتونین از هر گوشه و ولایت افغانستان به شماره تلفن 0790-13-71-71 به تماس شوین و در مورد موضوعاتی که مربوط وزارت زراعت به ویژه کشاورزان و دهقین میشه همراه ما دیدگاه، پرسش و یا هم نقدتان را شریک بسازین. شما گواه هستین که ما در روزهای پسین همچنان شاهد جاری شدن شمار، البته جاری شدن سیلاب در شمار از ولایت ها بودیم، به همین دلیل یک شمار از دهقین همچنان آسیب دیدن و متضرر شدن. ای که وزارت زراعت تا حالا چه کار کرده و چه برنامه داره به خاطر از ای که بتانه کمک کنه دهقین را، حتما آقای مصباح الدین مستعین که وعده سپردن به برنامه حضور پیدا میکنن اما تا هنوز شرکت نکردن، همراهشان شریک میسازیم و آنچه اونا پاسخ دارن یا هم موضع وزارت هست را با شما شریک میسازن. پس همین حالا شما میتونین با شماره تلفن 0790-13-71-71 با تماس شوین و موضوعات مختلف مرتبط با بحث امروز را همراه ما شریک بسازین و ما هم یادداشت میگیرم و به محض اینکه مهمان ما حضور پیدا کردن همراهشان شریک میسازم. در مورد دستاوردهای پسین وزارت بحث میکنیم، پروژه بانک جهانی که حمایتش را از وزارت زراعت و یک پروژه بزرگ اعلام کردن بحث میکنیم، همین گونه در مورد عواید وزارت زراعت بحث، نمایشگاه هایی که برگزار میشه در هفته های پسین و همین گونه دیدار با نماینده های خارجی، ای که وزارت چقدر با کشورهای خارجی و نماینده های خارجی دیدار داشته و چقدر حمایتشان را به دست آورده بحث خواهیم کرد. همچنان در مورد سردخانه ها و همین گونه در قسمت حمایت از دهقین بحث برنامه های آینده وزارت و موضوعات مختلفی که مربوط و مسئولیت وزارت زراعت هست را همراه آقای مصباح الدین مستعین به محض از اینکه حضور پیدا کردن شریک میسازیم تا شما هم پاسختان را در مورد داشته باشین. همین حالا میتونین با شماره تلفن 0790-13-71-71 با تماس شوین و آنچه مربوط بحث امروز میشه را همراه ما شریک بسازین تا ما هم یادداشت بگیرم و تا دقیقه های بعد به محض اینکه مهمان ما آقای مستعین حضور پیدا کردن همراهشان شریک بسازم. بیننده ما روی خط هستن، سلام به شما. سلام، صدای مرا دارین؟ بفرمایین. سلام، صدای مرا دارین؟ بله مشنویم، بفرمایین. بله صدای تو ندارین، بفرمایین. بله خب، ما همیشه در آغاز برنامه تاکید کردیم زمانی که تماس میگیرین اول یک موقعیت درست را انتخاب کنین، سپس تماس بگیرین. به دلیل از اینکه بینندای ما تماس میگیرن ولی چون موقعیت درست را انتخاب نمیکنن، همکاران بخش تکنیکی ما با استودیو وصل نمیسازن. پس ما همیشه تاکید کردیم اول یک موقعیت درست را انتخاب کنین، سپس تماس بگیرین و خواهشان زمانی که حرف میزنین صدای مرا از طریق تلویزیون نب، از طریق تلفن داشته باشین و زمانی که دوباره میخواین پاسختان را بشنوین میتونین صدای تلویزیون را بلند ببرین. موضوع امروز برنامه کارکردهای وزارت زراعت هست و مهمان من هم قسمی که وعده سپردن تا دقیقه های بعد آقای مصباح الدین مستعین، رئیس اطلاعات و
روابط عامه وزارت زراعت به برنامه حضور پیدا میکنند. تا زمانی که اونها شرکت میکنند، شما میتونین با شماره تلفن 0790137171 به تماس شوین و آنچه مربوط بحث امروز میشه را همراه ما شریک بسازین. ما یادداشت میگیرم و در روزهای آینده هر چند امروز هم همراه مهمان ما در صورتی که حضور پیدا کردن شرکت کردن و حضور پیدا کردن شریک میسازم. اگر کدام مشکل جدی پیش آمد، بعد در روزهای آینده حتما همراهشان موضوعاتی که شما با ما شریک میسازین را در میان خواهم گذاشت. و در مورد دستاوردهای پسین وزارت زراعت، بس پروژه بانک جهانی، همین گونه آیده که وزارت زراعت بدست میاره، بس برگزاری نمایشگاه ها، دیدار با نماینده های خارجی، بس سردخانه ها، پشتیبانی و حمایت از کشاورزان و موضوعات مختلفی که مربوط و مسئولیت وزارت زراعت هست را همراهشان شریک میسازم. شما هم میتونین با ما با تماس شوین و موضوعات که چشم دیدتان هست یا چالش هست یا دیدگاه و پرسش دارین را همراه ما شریک بسازین. ما هم به محض حضورشان در میان خواهم گذاشت و بینندای ما همیشه تماس میگیرن، موضوعات مختلف را شریک میسازن. اما ما خواهش کردیم زمانی که تماس میگیرین، موضوعی که امروز ما انتخاب کردیم مشخصا در مورد همین موضوع با ما پرسش، دیدگاه یا هم نقدتان را شریک بسازین و اول موقعیت درست را انتخاب کنین. بیننده ما روی خط هستند. سلام به شما. سلام، صدای مرا دارین؟ بفرمایین. دارم، خوب هستین؟ بسیار زیاد تشکر. اسمتان از کجا به تماس شدین؟ سلامت باشین. در رابطه با بخش زراعت، خصوصا بخش مالداری، اگر سوال من بود که در طول 20 سال هیچ کاری صورت نگرفته و خصوصا در قسمت اعزام کادرهایی که در قسمت مالداری هستند که بتونن بعد از اینکه تحصیلات را در خارج سپری کنه و بعدا داخل کشور به در حقیقت در قسمت تغذیه حیوانات هستن هیچ کاری صورت نگرفته. خواهش ما از وزارت زراعت این است که کادرهایی که در بخش مالداری هستن اینها بتوانند در خارج برن و وجود تحصیلات خود را انجام بدن و بعدا دوباره بیان داخل کشور، مثلا در بخش مواد غذایی اینها هستن که بتوانند درست مواد غذایی را ما شما داخل کشور تولید کرده بتوانیم دیگه. این سوال من درست. موضوع امروز برنامه کارکردهای وزارت زراعت هست و مهمان من هم آقای مصباح الدین مستعین، رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت زراعت، به استودیو حضور پیدا کردن. یک رفت و برگشت کوتاه، زود برمیگردیم. سلام مجدد به دوستایی که تازه پیوستن. شما بیننده برنامه مجله صبح هستین و من محب یوسفی تا رأس ساعت 10 میزبان شما هستم. موضوع امروز برنامه کارکردهای وزارت زراعت هست و مهمان من هم خوشبختانه حضور پیدا کردن. آقای مصباح الدین مستعین، رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت زراعت، در استودیو حضور دارن. اگر شما هم در مورد دیدگاه، پرسش و یا هم نقد دارین، همین حالا به شماره تلفن 0790137171 به تماس شوین و آنچه مربوط موضوع امروز میشه را همراه ما شریک بسازین. سپس حتما آقای مستعین پاسخشان را در مورد می داشته باشند. بینندای ما بسیار زیاد تماس می گیرند، ولی به دلیل از اینکه موقعیت درست را انتخاب نمی کنند، همکاران بخش تکنیکی ما با استودیو وصل نمی سازند. پس ما همیشه تاکید کردیم زمانی که تماس می گیرین، اول موقعیت درست را انتخاب کنین، سپس تماس بگیرین تا اینکه ما بتانیم صدای شما را به شکل بهتر داشته باشیم و شما هم مشخصا در مورد موضوع امروز دیدگاه، پرسش و یا هم نقدتان را همراه ما شریک بسازین. سلام با شما، بسیار زیاد خوش آمدین. علیکم سلام یوسف پسر، بخش وارم در کابل که در رش خواهش میکنم، در رش در وجه سخوازم دیدلم بر وقت خواهش میکنم. در آغاز در مورد فعالیت هایی که وزارت در هفته های اخیر انجام داده میشه معلومات بدین، بعد پرسش هایی که ما دارم با شما شریک میسازم و همچنان بیننده ما تماس میگیره. زراعت وزارت خو پد اخیر هفته که دغه سیلابونه دی او پدی که ډیر هوادوال متضرر شوی دی او زراعت متضرر شوی دی، زراعت مزکه متضرر شوی دی او دغه رقم کانالونو ولې متضرر شوی دی،
نو زراعت وزارت د نورو ارګانو سره یا د نورو وزارتو سره په همانګۍ او یا د هغو سره په همغږۍ چې هغه ولي مرستې هغه ساحو ته ورسوي او خلکو ته یې ورکړي، نو په دغه کې ډېر مصروفیات او ډېر پوکس یې پر دا باندې دي. درست، مشخصا ما در روزهای آخر درست پیش هم شاهد جاری شدن سیلاب ها بودیم. ده این سیلاب چقدر به کشاورزان و دهاقین آسیب رسید و مشخصا در کدام ولایت ها بود؟ ده خو تقریبا 2000 جریبه به شاوخه که پد آخری بارانو که زکه خراب سوی ده و ده سل به شاوخه که تقریبا کانالونا و ده غرکم ولی ده برسانه ده خراب سوی ده و پلیر پروتوسیمو که لاسروی روانی ده ارکام زیاده دلیم سی او در دغه چو پا پروان او کپیسا غزنی او پکتیا پکتیکا او کندهار دغه رکم روزگان پا دغه ولایتو که در نقصانات رسولی دیدم زکو پا تڑا بانده دغه رقم په نورستان کې بیا حیواناتو ته تاوان رسولی دی. نو بس یو طبیعي پیښه ده، الله پاک د رحمت داسې کړی چې بعضې خلکو ته نقصان رسولی دی. نماینده وزارت حضور پیدا کنده در منطقه‌ای که آسیب دید مردم؟ و دلته خو زراعت وزارت د طبیعي پیښو په باره کې چې د ضد حوادث وزارت ورته وایي د هغو سره په همغږۍ باندې ټیمونه جوړ کړي دي او ساحو ته یې لیږلي دي او هلته هغه کوم چې اولیه مرستې هغه و خلکو ته رسوي. لکه اوس د یو چا کور هم نړېدلی، زراعتي مځکه هم خرابه سوي، نو طبعاً تر زراعتي مځکې هغه ته دا ضروري چې خیمه ورته پیدا شي او دغه رقم د خوراکي یو شی ورته پیدا شي، البسه ورته پیدا شي. نو ټیمان وساحي هلته موجود دي، رسېدلي دي، په کار بوخت دي او خلکو ته اولیه مرستې د نورو وزارتو سره په همغږۍ او همانګۍ باندې رسوي. درست، چقدر حمایت و پشتیبانی رهبری امارت اسلامی را دارین شما؟ نو رهبری د امارت اسلامي خو مخکې ما دلته وویل هغه د زلزلو په شپو کې چې کله طبیعي پیښه وسي دوی اول اړوند وزارتونه راوغواړي او هغو ته هدایت وکړي جدي چې خپله د وزارتو رهبري دې هم ساحو ته رسیدګي وکړي او څه امکانات چې هلته په هغه ولایتو کې په لاس کې لري هغه دې هم ورسوي، هلته ژر ور ورسوي، او کوم چې په مرکز کې په ګودامو په دې شیانو کې لري هغه دې هم ورسوي، او دغه رقم صحي ټیمونو ته ډېر دغه کې چې ځانونه ژر ورسوي. د رهبري د عمارت مکمل هغه حمایت د دغه وزارتو څخه چې دغه په طبیعي پیښو کې د دوی اړوند خلک متضرر کیږي مکمل حمایت لري. درست، همچنان از طرف پروژه های بیرونی یا بانک جهانی یا نهادهایی که در همچون وضعیت همکاری میکنن شما حمایت داشتین نداشتین؟ اونو کله چې داسې پیښو وسي بیا وزیر صاحب په سطح د رهبری د وزارت هغه دغه اړوند موسساتو که دونران دلی د دونرانو سره ملاقاتونه وکړي او که دونران نه یي دلی بیا چې دلته کوم نمایندګان یې هغه وویني او بیا د سکایپ د لارې د هغو سره کنفرانسونه جوړ کړي، نو په هغه اړوند بخشو کې خو دا موسسات داسې خپلې ټاکلې اهداف لري، زموږ و ضروریاتو ته نه ګوري چې موږ په کوم شي کې ضرورت لرو. نو بیا د رهبری د وزارت کوشش دی چې هغه دوی چې په کوم اهدافو کې شی لري هغه ورته وایي چې په دې کې دغه چې موږ ورته ضرورت لرو چې هیوادوال اوس متضرر سوي دي دا په دغه بخش کې مصرف کړي، نو تر ډېرې اندازې پورې هماهنګي سره سته. تا هنوز حمایت صورت گرفته، پول کمک کردن یا هم موردهایی که شما نیاز دارین در قسمت حمایت از دهاقین با شما همکاری کردن یا خیر؟ نقد و روپو کمک خوی نده کرده، خود ده لکه اسمه چه مخ که اول لکه خیمه، البسه، مواد غذایی و غیر غذایی ده کرده یا بل ده وعده کرده چه تاسی کل سروی مکمل که اینو آغا زایو نموشت پناش که بیا بموش پا آغا زایو که خلگو تا کار در بدل پل آغا پروسه ورته شروع کو او هغه به دوی خپل باغونه کانالونه ولیه دا شان جوړوي او موږ به په دې کې مرسته درسره کوو، خو منتها د دوی چې کوم بودیجه یا پیسې چې دوی ورته مختص کړي هغه لږ، نو بیا په دې کې زراعت وزارت
پیشنهادونه کړی دی و کابینت رئیس الوزرا صاحب ته دغه رقم امیر المؤمنین صاحب ته چې په دې وخت کې یو اندازه بودیجه ورته مختص کی چې د هغو د پیسو سره دا پیسې مر سره یو ځای کې مالته به د هیوادوالو تر ډېرې اندازې پورې هغه مشکل په حل سي. زمانی که پروژه‌ای که از بیرون هست یا نهادهایی که کمک میکنن با شما همکاری میکنن کدام قید و شرطی هم دارن یا خیر که کمک کنن یا نکنن، کدام مورد شما باید داشته باشین، چقدر رضایت از اونها را بعد دست بیارین، شرطی برتون میگذارن؟ شرطونو خو زمر سره نه مطرح کی، اگر که کابینه سره یا چاغه څوک دوی ته اجازه ورکړي چې دوی دلته داخل تراسي کار وکړي چاغه هر ورګانی دا غوسره د دوی چهر څم تعامل مستصر پرځي وای چې دغه شیلرو په دغه بخښ کې موږ تقسیمو یا په دغه بخښ کې موږ مرسته کو، نو موږ بیا دونه کو چې د کټګوري په حساب باندې چې کم خلک اولویت لري او اولیت لري او هغه ډیر محتاج په هغه بخښ کې، نو هغه منطقي او هغه صحیح ورته مختصو او د برسي ورسته اغه دوی خپل پلان یا خپل مؤسسه تطبیق ما پیشتر به خاطر این پرسش مطرح کردم، چون با وزارتخانه های دیگه وقت بحث میکنیم کسانی که دونر بودن اونا مسئله به رسمیت شناختن هم میگه حالا پیش میکنن، به او خاطر بعضی هایشان کارهای خود یا همکاری های خود را به تعلیق انداخته و این خاطر در مورد وزارت زراعت هم همچون یک چیز صدق میکنه یا خیر؟ نو یو دا خو بیا هغه مؤسسه چې تر اوسه پر کار نه دی شروع کړی، موږ خو په هغه مؤسسه کې موږ ته بحث کو چې هغه هیوادوالو ته مرسته ورکوي، نو هغه چې مرسته ورکوي هغه خامخا د هغو به هغه خپل شرایط یا خبرې پر ځای شوي چې هغه لکه اوس اقتصاد وزارت دی یا خارجه وزارت ته لارې دوی دا دغه کې هغو سره به خبرې شوي. یو هغه مؤسسه دي چې مخکې د زراعت په بخښ کې یا د زراعت وزارت سره کار کوي او اوس یې نه کوي، هغه نو بیا ځان ته د هغو ستونزې دي، خو ځان ته جلا بحث دی. بیننده ما روی خط هستند. سلام به شما. سلام، صدای مرا دارین؟ بفرمایید. سلام، صدای مرا دارین؟ بفرمایید. خب، موضوع امروز برنامه کارکردهای وزارت زراعت هست و مهمان من هم آقای مصباح الدین مسعین، رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت زراعت در استودیو حضور دارن. بیننده ما تماس میگیرن، مثل که پیشتر هم صدایشان را وصل ساختن ولی به دلیل از اینکه موقعیت درست را انتخاب نمیکنن متاسفانه ما نمیتونیم صدایشان را داشته باشیم چون چالش تکنیکی پیش میآید. آقای مستعین، در گذشته ما همچنان گواه جاری شدن سیلاب ها بودیم، بیشتر در مورد سیلاب درست پیش بحث کردیم. با اونایی که در گذشته آسیب دیدن، به ویژه کشاورزان دهاقین، با اونا تا حالا چقدر رسیدگی صورت گرفته؟ چون کم و بیش یک و نیم دو ماه میگذره. مخکې به تاسو راپور نلیدلی چې په دې بخش کې موږ غنم توزیع کړی دی او دغه رقم خود مو خلکو ته ورکړی دی، توزیع کړی دی او هغه رقم د نورو وزارتو سره په همانګۍ او په همغږۍ باندې خیمې، البسه، مواد غذایي او دغه رقم صحي ټیمونه ساحو ته تللي دي. دغه اولیه مرستې دي او دا د خلکو سره سوي دي او نور خو سروې جریان لري او د خلکو سره د همکارو موسسو مرستندویو ټولنو شتمنو هیوادوالو د دوی سره مجالس روان دي او رابطې ورسره کیږي چې په دې برخه کې مرستې وکړي او د سم میکانیزم د لارې ودې سیلاب زدگانو ته تقسیم شي. بیننده ما روی خط هستند. سلام به شما. سلام، صدای مرا دارین؟ بفرمایین. سلام علیکم، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. صدای مرا از طریق تلویزیون از طریق تلفن داشته باشید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و میهمان محترم شما. علیکم السلام. اوکیانی هستم از سایخانی کابل گپ میزنم. بفرمایید حسینی صاحب. صدای تلویزیونتون را خواهشان پخش کنید. جناب محترم، بسیار تشکر از برنامه خوبتون. خواستم یک کمکی بسیار وقت را نمیگیرم چون برنامه کوتاست. و این که افغانستان خود هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ به اصطلاح خاموجویش یک کشور کاملا زراعتی است بود و در تاریخش هم به اصطلاح یک کشور زراعتی پیش بینی شده. سوال ما در اینجاست از مهمان محترم شما، با گذشت 100 سال در افغانستان، در حالی که از کشور افغانستان از دیگر جغرافیا
از سمت شمال جنوب شرق با بزرگترین منابع آب طبیعی و سلاح و یک نعمت بزرگ پروردگار است و چی شده است. ولیکن با گذشت 100 سال و 13-14 رهبری زعامت های مختلف از شاهی گرفته تا جمهوریت تا دموکرات تا مجاهدین تا طالبا و امثال هم، با کمال تأسف یک کشوری که با همه سرمایه و داشته هاش با همه کمک هایی که دنیا بر ما قائل شد بر مردم افغانستان قائل شد اقلا نتونستن امرای یک دیل عادی جوی آب روان افغانستان بالای زمین افغانستان به اصطلاح عیار بکنند تا کشور ما به اصطلاح امو زراعتی که نیاز داره امو زمینی که نیاز داره بزرگترین زمین ها را ما در سمت شمال سمت غرب سمت جنوب داریم. چی میشد که امی به اصطلاح زعامت هایی که 400 سال در افغانستان چی کردن امی قدر به اصطلاح نداشتن امی قدر استعداد در یا وجود از یا نبود که اقلا نیست یک افغان نیست یک مسلمان نیست یک مسئول با وجود به اصطلاح انداشته های بسیار زیاد غنی مالی اقتصادی نتونستن کمی آب افغانستان بالای زمین افغانستان به اصطلاح عیار بکنن. ما پیشنهاد ما عرض ما به جناب محترم شما از این طریق و مقام محترم رهبری امارات اسلامی افغانستان است که خیر است با همی ازینه کم همی بزرگترین توجه خود را خواهش میکنیم منیس یک افغان منیس یک مسلمان برنمایندگی از آب مردم افغانستان کمی آب افغانستان بالای زمین های افغانستان رخ بکنند. یقین به خدا داشته باشید در صورتی که زمین ما آبیاری شود در از چهار سمت افغانستان این چی میکنی که نه تنهایی که امو غذای ماهتاج مردم افغانستان نان ماهتاج مردم افغانستان تقیم میکنه بلکه امکان داره به صدهاتون حتی ما آماده شدیم که به اصطلاح به کشورهای خارج صادر بکنیم. اینه میگم اگر داشتیم خدمت شما میمان محترم شما این کلان یک نامیدی است که برای مردم افغانستان رخ داده این کلان یک پرابلم است ما همگی انتظار دارن خواهش میکنم از شما از میمان محترم شما در این سر توجه جدی داشته باشن. بسیار تشکر زنده باشین. سلامت باشین. ممنون از تماس شما. موضوع امروز برنامه کارکردهای وزارت زراعت هست و مهمان من هم آقای مصباح الدین مستعین رئیس اطلاعات و روابط عامه در استودیو حضور دارن. اگر شما هم در مورد دیدگاه پرسش و هم نقد دارین همین حالا با شماره تلفن 0790-13-71-71 به تماس شوین و آنچه مربوط موضوع امروز میشه را همراه ما شریک بسازین. بفرمایین حسین سوی یو خو داده پشته ندم یوی اعتراض دی و یوی غشته ندم پشته نه خو داده چی پا دیب حکل مو چک کردی دی مستسی وینو د افغانستان اسلامی امارت د افغانستان ټول انکشافي کارونه چې کی هغه د خپل بودیجې سکه او د ملک مرتسته معلوم دی د خپل عواید ډیر پدین دي چې تر اوسه پر د ټول امکانات کاروبار د تجارت د معدن او یا نور نړیوالو بازارونو کې د حصو د تیشو د شان تر اوسه پر نه دی پوره نو چې دا پوره کیږي نو بیا خپل عواید هم زیاتیږي خو اوس هم په دغه کمه بودیجه یا په کمو عوایدو باندې الحمدلله د خوشتېپې کانال شروع دی چې دا یو غټه لاسته راوړنه ده او دا تقریبا ډېرې اوبه موږ د افغانستان پر مځکه لګوو او دا تقریبا 3 میلیونه جریبه مځکه په دې باندې به خړوبه سي او دا به د ډېرو هیوادوالو اقتصاد هم ورسره پوره سي او کښت به هم پوره سي او دغه رقم په ډېرو ولایتو کې موږ چک ډیمونه شروع کړي هغه اوبه چې شلو ته ځي مندوانو ته ځي او بیا نورو ځایو ته انتقالیږي یا ځای کیږي هغه اوبه به پر راوګرځېږي او دغه رقم په هلمند کې کانال روان دی جوړېږي هغه کانالونه چې پخوا جوړ شوي وو بیا په د انقلاب کې هغه تخریب شوي وو حتی نقشې خرابې شوي وې بالکل اوس آثار هم نه معلومېږي پر هغو د هغو ډیزاین روان دی او پر هغو باندې به کار شروع شي نو اوبه چې کوم زموږ حق کېږي هغه به انشاءالله مهاروو او د هېواد مځکه به په خړو به وو او یو اعتراض دی چې ولې مخکې دا کارونه نه دي شوي دا خو هر هغه څه دی چې هر سړی به خپل جواب خپله ویلی شي او یو غوښتنه ده چې باید هېواد سمسور شي
هیواد چې سمسور کیږي دا په خارجي مرستو باندې نه سمسور کیږي، دا به بشری قوه باندې سمسور کیږي، او دا هر هیوادوال په عزم او اراده باندې سمسور کیږي چې هر هیوادوال دا عزم ولري چې زه به د خپل هیواد جوړوم. یو خبرې دي تش خبرو باندې نه، په عمل کې چې ټول هیوادوال دا زموږ همیشه غوښتنه مې ستې د سټوډیو د لارې دغه رقم د نورو رسنۍ د لارې مو هر وخت پر هیوادوالو غږ کړی چې پردیو مرستو ته به نه په تمه کیږو. د هر چا چې یو نوی تکتیک د زراعت په بخش کې په وسه پره یې عملي دي کې که خپل نسي عملي کولی وسو توان یې نه لري، دوی په کلیو کې په محلو کې زراعتي اتحادیه لري، هغه ته د پیشنهاد کې دا غو د لارې به مختبلات کبل کول دوم رغټه برنامه او چاغوم نسو کوله، نو د ریاست سره د ولایت شریک کې دا غو د لارې به د وزارت سره شریک سي که د هیوادوالو په ګټه او د زراعت د میکانیزه یو طریقه پکشي کو خامخا زراعت وزارت هغه عملی کوي. خو منتها داسې شي چې د بشري قوې تر وس لاندې وي او هغه وکړي، نو دا غوښتنه موږ بالکل ورسره منو. ښه غوښتنه ده، باید همیشه هیوادوال په دې مشکل کنید. شما بیشتر از 11 ماه میشه که در وزارت زراعت هستین و کار میکنین، فعالیت میکنین، به نظر شما ضعف ها در چی بوده؟ چرا مثلا ما دست کم در 20 سال پس این نتانستیم یک ساختار درست را در وزارت زراعت شکل بدیم؟ چون عملا میبینین حتما همراه کسانی که از گذشته هم بودن در ارتباط هستین در وزارت یا خودتان مطالعه کردین، به نظر شما مشکل در چه بوده در چند سال اخیر تا اینکه ما بتانیم یک دستاورد خوب داشته باشیم؟ و همچنان بیننده ما روی خط هستن، میشه هر دو پرسش یک جای پاسخ بدین. سلام. بفرمایید. وصل کردن. بله صاحب، صدایتان وصل است، بفرمایید. بله سلام علیکم، محمد حسن هستم، از شهر مزار شریف با شما به تماس شدم. احترام به میمانتان و به شما. ساعت پیش یک برادر دیگه هم خیلی خوب گذشت. شکر رسم هم کم است، دو سه سخن خیلی خوب دارم. ما از حکومت های صادقه و قدرش لفت خلاص شد و ما خواهش داریم و خوش هستیم از افغانات اسلامی که انشالله مثل این کانال خوشتیفه و ده کانال وایت بگم که محصدار تانا پیسی معاذات شد که امریکا قید کرده، این امی پیسه را کل سربنده بر مطرف کنه. انشالله ما شما سرپای اتحاد میشیم و هیچ وقت اتحادی هیچ کس نمی باشیم، چرا که اتحاد خود کوتاه میکنم که من خودم هم بیسواد هستم، من خیلی سن خورد من امی خبران و یارم بشنام و من خیلی حفظوز میکنم که کاش که وطر موجود شد و آب فریمان داریم، من برق بند برق داشتیم، حاب داشتیم، زراعت، معدن، کل چیز با برق میشه، هم برق بند نداشتیم، حاب نداشتیم، نه زراعت توش میره، نه فخر گم میشه و نه بدبختی جنگ ها گم میشه به حضور زمان. بازم از من کام اشتباه و سوا شده باشه بخشش میخوایم، خدا کنه که امارات اسلامی این همی بنده بخ ما رو جور کنه، این کانال ها رو جور کنه، ما با مال سر سر اصلاح هستیم و از حکومت خود دفاع میکنیم و هستیم. خود ما یک سربای سابقه دولت سابقه بودم، ما به این حکومت خیلی افتخار میکنم، خیلی خوش اصلا تری حکومتی رو که حکومت اسلامی، خدا کنه که دائم هم پایدار محکم باشه و خدمت در ملت خود کنه، چرا که ما الحمدلله مسلمان هستیم و امت رسول الله هستیم. خدا حافظ. یو خدا ډېر خوشحالي زیاده چې دول چې زه د تېر حکومت سرباز یم او د دې حکومت د کړنو او ګزارې څخه ډېر خوشحاله یم. باید ټول هیوادوال دغسې فکر ولري او دغسې د نورو په خبرو خطا نه وځي او په خپله باندې عملي افغانستان کې خپل ژوند هغه مشاهده کې وویني وګوري، نو انشاءالله هر سړی به داسې خوشحاله. او بل دا ولې چې د خوشتېپې کانال په مثل باندې باید نور کانالونه جوړ سي. ما درته وویل چې د ډیزاین کارونه د هغه کانالونو چې پخوا جوړ سوي و خراب سوي دي هغه خو روان دي، خو په آینده کې نور کانالو باندې هغه به په وخت باندې کار کیږي. نو ټول که په یه پلا باندې هغه پښتانه وایي وایي سرونه یې ډېر خشته کړي، یو یم نه، دا یو سر به تر وباسي او دا غټه بودیجه غواړي، غټ کار دی او ډیر وخت غواړي، بیا به پر نورو باندې هم انشاءالله کار شروع کړو. او بل دا وویل چې موږ د امارت ملاتړ کوو، الله پاک دې خیر ورکړي، الله پاک دې همیشه د دغسې پر دغه عقیده او پر دغه دغه باندې راسخ وساتي. او بل د برکو خبره وکړل چې برق چې بندې برق جوړ سي او برق زیات سي نو بیا زراعت په دې باندې مخته ځي. رښتیا هم برق هغه شی دی چې د هیواد
هر سکتور ضرورت ورته لري، که هغه د زراعت سکتور دی، که هغه کارخانی دی، فابریکی دی، او که نور سکتورونه دی، هغه ټول برق ته ضرورت لري. هغه خو انشاءالله آب و برق وزارت ډیر پلانونه لري او انشاءالله عملی کوي یم او عملی کړي به می پاینده کې به هم عملی کې. او یو د زراعت د میکانیزه کولو خبره، د زراعت میکانیزه کول دا یو اساسي ضرورت دی زموږ د هیواد، ځکه چې زراعت میکانیزه سي د دې سره څو پایدې راځي. یو خو هیواد مخته ځي، او دویم زراعتي محصولات ډیریږي، او دریم معیاري محصولات موږ حاصلولی شو، او بل دا دی چې د بزګر اقتصاد هم ورسره کېږي، او د نورو هیوادوالو چې د بزګرۍ څخه ماسي او په نورو بخشو کې کار کوي هغو ته هم کار ورسره پیدا کېږي، او دغه رقم ملت یا بیت المال ته یې هم عواید زیاتیږي. نو تل د زراعت وزارت هم دا کوشش دی چې پر هغسې برنامو کار وکړي چې په هغه کې زراعت میکانیزه کېږي. کومو هیوادونو چې خپل زراعت میکانیزه کړی دی، دا یې په لس دولس میاشتې یو کال باندې نه دی کړی، کلونه کلونه یې کار پر کړی. موږ به هم د خپلو هیوادوالو، بزګرانو، زمیندارانو، باغدارانو، او دغه رقم د هیواد تعلیمي کدرونو چې په دې بخش کې تعلیمونه کړي، د هغو سره په مشورو او هماهنګیو او په عزم باندې به کار کوو، او انشاءالله زراعت به د میکانیزه و مخته بیایو. اوس و در مورد بعضی که من پیشتر یک پرسش مطرح کردم، به نظر شما مشکل در چه بوده که تا حالا ما نتانستیم یک ساختار قوی را شکل بدیم؟ یو خودی سیده چې د زراعت وزارت په مخ کې که چه مر معلومات کرده دی، طول عمر خپل د عوایدو طریقه نه درلوده، چې دوی د هیوادوالو سره یو داسې تعامل وکړي چې هم عواید ځینې راټول کړي، او هم هغه عواید بیرته بیا د زراعت پر مخ بیولو یا په میکانیزه کولو کې مصرف کړي. ټول عمر پر مرستو باندې اوسېدلی دی، او مرستې چې افغانستان ته راغلي دي دا د سره څخه په بل رقم راغلي. تا خو دلې وې څارلې به دي، دا په سل کې تقریبا دېرش فیصده یا څلوېښت فیصده چې هغه کوم هیواد د مرستې اعلان کوي هلته پاتېدلې، او بیا چې دلته را انتقالېدلې پر لارې باندې چې دوی کوم سیستمونه، یعنی دېرش فیصده یا څلوېښت فیصده مرسته افغانستان ته راتلل، او په افغانستان کې بیا چې تر څو زراعت ته رارسېدله ډېر کم شی پاتې دی، او هغه کم شی نوم بیې غټ و، دغه بیې لږ و. نو په دا وجه باندې په زراعت کې ډېر کار نه دی سوی، داسې نه دی چې په زراعت کې علمي قدرونه نسته، با تجربه قدرونه نسته، متخصصین نسته، دا هر څه سته، پلانونه یې هم سته، او هغه وخت دوی وایي چې موږ ورته جوړ کړي و، د وخت حکومت ته مو مطرح کړي و، توضیح کړي مو، دوی هغه به ویل چې موږ یا دې دپاره بودیجه نه لرو، یا دا ډېره بودیجه لري، او یا بیا په بودیجه کې مخته او شاته، یا په بل عبارت مطلب فساد به پکښې رالی، نو په هغه وجه باندې هغه موږ طرحه نه تطبیقېدل. نو دغسې وجه ده. یو بل دا دی چې ما مخکې درته وویل، غټ شی دا و چې د زراعت وزارت او د هیوادوالو په مابین کې هماهنګي ډېره کمه پاتې شوې ده. که دغه هماهنګي برقراره وساتل شي، زراعت وزارت هغه پلانونه چې نه ډېر مصارفو ته ضرورت لري، نه بل ته، صرف د خلکو یو عامه پوهاوي ته ضرورت لري، خو هغه په لیرې پرتو سیمو، دوی لیرې پرتو سیمو ته نه سفرونه کړي، نه ټیمونه استولي، نه به هغو خلکو چې دغه شان وسي، او زراعت بیا انشاءالله ډېر ژر میکانیزه کېدلی شي. بیننده ما بر روی خط هستند. سلام به شما. خب تماسشان قطع شد. پیشتر پیش از حضور شما یک بیننده ما تماس گرفتن و گفتن چرا در بخش مالداری سرمایه گذاری صورت نمیگیره، یا وزارت زراعت کار و فعالیت نمیکنه. تا حالا شما چقدر مشخصا در بحث مالداری کار کردین؟ مالداری په بخش که خو موږ څو کارونه کردیم. یو داده چې کم خلق په مالداری که سرمایه گذاری که موږ هغو ته ډېرې اسانتیاوې برابرو، یعنی مالچرونه، او دغه رقم الفچرونه، او دغه رقم صحي ټیمونه په ساحو کې، د ویترنری ټیمونه، دا ټول سهولیات مو ورته برابر کړي او ورته برابرو یم. او بل دا دی چې د مالداری د هیواد څخه بهر صادرولو پر دې باندې مو مکمل پابندي لګولې ده، او د بهر څخه چې کم حیوانات هیواد ته داخلیږي د هغو مکمل ټیسټونو شان کېږي چې مریضي پکښې کې نه وي، او
دسی و مرض نه پکشه کی چې موږ د هیواد داخلي مالداري سره متضرر دا هغه شان دي چې موږ د مالداران لپاره کړی او دا چې د مالداري په سرمایه گذاری کې کمښت راغلی دی هغه یوازینی وجه وچکالی و چې مالداري باندې ډېر اثر کوي او خلک بیا دې ته زړه نه ښه کوي چې په مالداري کې هغه سرمایه وکړي او یا هغه سرمایه ګزارانې پکښې توانیان سي نو هغه په دې وجه باندې نور د زراعت وزارت د طرفه څخه ټولې اسانتیاوې ورته برابرې دي او ټول مهم شان چې تر دولت پورې تعلق لري د مالداري په بخش کې هغه ټول سهولیات موږ و خلکو ته ورکړي دي بیا خاص کر هغه خلک چې هغه مالدار خلک دي او کوچیان خلک دي د هغو سره موږ هر رقم همکاري او مرستو ته اماده یو او ورسره کړي مو هم دي. مصباح الدین مستعین، رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت زراعت، سپاس از حضورتان در برنامه. استاذ مننه، خیلی است. ممنونتون. سپاس از شما هم بینندای عزیز بابت همراهیتان. ما همیشه در برنامه مجله صبح تلاش میکنیم تا آنچه شما به عنوان یک چالش صد راهتان هست را به بس بگیریم و سپاسگزار هستیم از مهمان ها و مسئولینی که حضور پیدا میکنن و در مورد پاسخشان را میداشته باشند. در برنامه تلاش میکنیم پل باشیم میان شما و مسئولین تا اینکه صدای شما همچنان به گوش مسئولین برسه و در مورد مشکلاتی که وجود داره یا پرسش هایی که از پاسخ و دیدگاهشان را داشته باشند. همکاران بخش خبرمان همیشه تلاش میکنند تا هر ساعت تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را به شما پیشکش کنند. شما میتونید هر ساعت بیننده خبر تلویزیون یک باشید. اما در مورد برنامه امروز باید بگیم در همین دقیقه به پایان میرسه. فردا رأس ساعت 9 همین جا و همین استودیو ما محب یوسفی برمیگردم. خدا نگهدار. رفتیم تا دیدار بعد.